با ابتکار کمیته روسی سیاحی و مقامات اجرایی حکمت دولتی شهر دوشنبه در همکاری دیگر وزارت و کمیته های دخل دار در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال نوروز میراث فرهنگی سیاحی برگزار گردید. در چورابینی نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبران وزارت و اداره ها، اسوسیاسیون و شرکت های سیاحی، سوبیکت های خدمت رسانی سیاحی، هنرمندان جمهوری، کارشناسان ساحه، نمایندگان مؤسسه های عالی تعلیمی که در رشته سیاحی متخصص آماده می نمایند و اینچنین ساکنان و مهمانان پایتخت شرکت داشتند. در دوره فستیوال هنرهای مردمی، آینهای نوروزی، بازیهای نوروزی، پختن طعامهای نوروزی، لباس ملی و امکانیتهای خدمترسانی سیاحی به نمایش گذاشته شد. سرول مهمانان اشتراکچان از نمایشگاه سیاحی نوروزی دیده نمودند. فستیوال مذکور به افتخار جشن نوروزی بین‌المللی گذرانده شده، مقصد آن معرفی امکانیتهای سیاحی و فرهنگی ملی تاجیکان با سیاحان میباشد که در عرفه عید نوروز به تاجیکستان میآیند. جشن نوروز با خصوصیتهای خاص خود یک از برندهای مهم سیاحی در تاجیکستان جهت جلب توجه جامعه جهانی به میراث بای تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک ارزیابی میگردد. بایسی فرامندی است که با تشبوسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن قدیمی نوروز که ملت تمدن آفر ما میراثبری آن است جهانی گردید. بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش داغی گلدوزی، بهاری لاله‌زار آمد. لاله لاله هلالا، بلبل آمد به نال، کاکا در کبکیم از سر کویالا. نوروز مبارک. در فصل زیبای بهار که طبیعت احیا می‌گردد، موسم سیاحی در تاجیکستان آغاز گشته. شماره زیادی سیاحان رغبت دیدن وطن اجدادی نوروز تاجیکستان را دارند. امروز هم مست با شرافت صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان، نوروز در سرزمینمون در سطح بلند و باشکوه تجلیل می‌گردد. از جانب کمیته روسی سیاحی و شرکت های سیاحی، فستیوال و جشن ها، اید و عنعنه ها و نمایش و آزمون ها، بخصوص نوروز بین المللی، توسط مواد ترغیباتی و تشویقاتی و شبکه های اجتماعی اینترنتی به طور وسیع ترغیب و تشویق کرده شده، توجه سیاحان به این چورابینی ها جلب کرده می شوند. در فستیوال امروزه یک گروه مهمانان و سیاحان از امارات متحده عرب، آلمان و استریا اشتراک نمودند. ما اینجا همکی از امارات هستیم، با تقریبا 10 نفر با ما هست، همه 16 نفر هستیم. این سال سوم است که ما مشارکت میکنیم توی جشن نوروز. جشن نوروز خیلی خوشی هست، خیلی خرسندی هست و ما هم میگویم نوروز مبارک برای همه کی، برای ما، برای شما، برای همه کس که هستیم. و هر سال و هر وقت انشاءالله تاجیکستان توی نوروز هست و پیشرفتر هست و جلوتر هم دیگه میشه. به این شایستگی جشن، به این بایستگی روزی، شما را در جهان بادا همیشه باز نوروزی. به این شکل ما هرگز ندیدیم در آلمان. یک بسیار ساده بهار یا زنده شدن یا روز زایش دوباره تجلیل میکنن، اما به این شکل هرگز نبوده. تا بال ندیده بودم، این مرتبه اول دیدم. اگر تبلیغات از این کار بشه همه میان بدیدن از این. واقعا زیبا هست، واقعا مردم جمع شدن، همه چیز اینجا هست. باید ذکر نمود که یک از هدف استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 تامین رشد استوار ساحه سیاحی مملکت به حساب میرود. برای نول شدن به این هدف، تشکل و معرفی برند ملی، موزه‌های سیاحی، مارکتینگ و پیشبرد افتادی سوهای سیاحی، حفظ، انکشاف و استفاده اقلانه ذخیره های طبیعی و رکراسیونی و میراث تاریخی و فرهنگی مهم ارزیابی میگردد. مقصد از برگزاری این چورابینی معرفی نمودن امکانیت های سیاحی تاجیکستان در عرصه بین المللی میباشد. واقعا تاجیکستان وطن نوروز است. به خاطر اونی که امروز ما شاهد آن گشته ایستاده ایم که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در چورابینی های نوروزی که تاریخ باری دیگر اثبات کرد که در حقیقت تاجیکستان وطن نوروز است، مهمانان خارجی از تمام مناطق جمع آمدند. نوروز همچون عامل تحکیم هویت ملی، بیدار کردن حس افتخار وطنداری در نهاد مردم و در سطح جهانی معرفی شدن آن، برای بالا بردن ایمیج مملکت همچون کشور دارای تمدن بای قدیمه و ذخیره های بزرگ سیاحی داشته مساعدت می نماید.